الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ومنها أن أشخاص البشر متفاوتة في إدراك الكمالات وتحصيل المعارف واقتناء الفضائل سخن دار بود كي لازم می آورد باید انبیا باشند و اگر انبیا نبودن خلاف حکمت و عقل بود و انسان ها به کمالشون نمی رسیدن بلکه مانند حیوانات به همدیگه می پریدند منها یکی دیگه از آن علل همانا اشخاص بشر متفاوتند در ادراک کمالات و تحصیل معارف و اقتناع فضائل هر کسی یک قدرتی و یک رشته تخصصی خودش رو میتونه انجام بده فبعضهم مستغنن ان معاونن لقوه نفسه و کمال ادراکهی و شدت استعدادی لاتصال بالامور العالیه بعضی از اینها مستقنی از هر کمک کاری چون نفسشون بسیار قوی است و ادراکشون بسیار کامله و استعدادشون آنچنان زیاده که متصل میشوند به امور عالیه یعنی خودشون متصل میشوند با مجردات با عقل فعال یا مثلا در ذات خدا فانی میشن با خود خدا مستقیما ارتباط برقرار میکنن خب این تیکش از اون حرف های کاملا باطل فلاسفه و عرفا و صوفیه است میگن که ما در دریایی وارد شدیم و به ذات خدا وارد شدیم و با خدا یکی شدیم و این دریایی است که انبیا کنار ساحل ایستادن و جرأت ندارن وارد ذات خدا بشن ولی ما عرفا و صوفیه شدیم بنده های خدای توهمی ها تخیلی رفتن با شیطان یکی شدن میگن با خدا یکی شدیم یا نمیدونم اون یکی دیگه از عرفای نجف و قم و صوفیه حوزوی میگه که آقای مثلا فلانی مستقیما توحید را از خدا گرفته است یعنی پیغمبر به حضرت امیر کاری نداشته خودش مستقیما به خدا اتصال برقرار کرده میگیم نبا و آدمی پیدا نمیشه کی گفته اینا میتونه اینجوری بکنن حتی انبیا هم خودشون به خاطر این حرف هایی که شما تخیل میکنید به ذات خدا نرسیدن نه فرمودن لولا الله ما عرفنا اگر خدا خودش به ما نمیشناساند و نمیفهماند ما هم مثل همین مردم دیگه عالم رو قدیم و ازلی میدیدیم یه فیلسوف مثل اینها میشدیم لو انا حدثنا برعینا زللنا کمن زل من قبلنا ما هم اگه میخواستیم با فکر بریم جلو و فلسفه ببافیم گمراه میشدیم مثل همین گمراهان قبل این ملاحده و زنادقه و فلاسفه ای که گفتن پیغمبر و امامی لازم نیست خودمون متصل میشیم به مبادی عالیه و عقل فعال اتحاد وجودی و فنای در ذات خدا برامون حاصل میشه و از این مهملات و تخیلات فرمودن که زل الله کمن زل من قبلنا ولکن حدثنا به بینت بینه ها لنبیه فبینه لنا این حرفهایی که ما میزنیم فکر نیست ریاضت نیست حرکت نیست اینها چیزهایی است که ما که بیان میکنیم مطالبی است که روشن خدا برای پیامبرش بیان فرموده و پیامبرش برای ما بیان فرموده من با به علم پیغمبرم چون پیغمبر علوم و حکمت هایی را به من آموخته که تمام تعلیم خدای تبارک و تعالی بوده خب و بعضهم عاجز عن ذلك بالکلیه بعضی از انسان ها هم میگن کلا عاجزن دیگه اینا مثل حیوان با زندگی کنن که فلاسفه همینجوری جوری دیگه فلاسفه میگن ما نوابق بشری بقیه حیواناتی هن که خدا برای ما خلقشون کرده خدایی در واقع قبول ندارن اینا حیواناتی که برای ما خلق شدن مثل این عقاید یهودی که خودشون رو بشر میدونن بقیه مردم رو حیوان میدونن نسل بشر را در مثلا فرد کنید که آفریقا نابود میکنن نسل بشر را در فرد کنید که چین عقیم میکنن نابود میکنن اینها دی کسانی شدن که باید کل دنیا را مدیریت بکنن که مبادا یه روزی اکسیژن براشون کم بیاد و آب خوردن نداشته باشن بشر رو نابود بکنن مثلا بشر حیوانه بشر رو برای اینا خلق کردن تازه اینا که به اسم دین و یهود هستند که البته قطعا این مال شریعت حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام نیست تمام اینها همون حرف های فلاسفه است و فلسفه داخل در یهود و مسیحیت و اسلام شده و این حرف های نادرست و اینها داده و بعضهم متوسط الحال بعضی از انسان هم متوسط الحال و نه مانند این فلاسفه توهمی مستقیم با مجردات یکی میشن نه مانند اون حیوان های انسان نما و انسان های حیوان نما به نظر این آقایان که فلاسفه گفتن اینها در حد وسطن و تتفاوت و مراتب الکمال فی ها و ذهل مرتبه به حسب قربه ها من احد طرفین خب وسط این دوتا خیلی زیاده مراتب کمال در بین این مراتب چیه؟ بعضیاش خیلی نزدیک میشه به اون فلاسفه تخیلی که اینا میشه معاونای های اونها کمک کارای اونها یه عدم باز میشه چیه؟ نزدیک میشه به این مثلا آدم های عقب افتاده و خدمت شما هر این چیزهایی که متاسفانه به اسم زامبی ها و اینها درست کردن که بشریت رو دقیقا بفرستن تو طویله حیوانات همش نقشه های شیطانیست که بر دست و زبان و قلم و هنر شیطانی و فیلم سازی هالیوودی همین شیطانهای انسی جاری میشه و بعدها عن الاخر از یه طرف نزدیک از اون طرف دور و فائدت نبی تکمیل و ناقص من اشخاص نوعی به حسب استعدادات المختلفه فی زیادت و نقصان فایده نبی این وسط چیه؟ اینجا میاد این ناقص ها را از اشخاص نوع انسانی به حسب استعدادهایی که دارن که زیاده و نقصان در استعداد دارن اینا رو تکمیل میکنه اونایی هم که تکمیل بودن که این فلاسفه گفتن اصلا انبیا برای عوام اومدن ما که نیاز به انبیا نداریم ما و خودمون کامل هستیم همینم دروغ میگن خب وقتی که شما کامل هستید و بقیه رو میتونید تکمیل کنید باز انبیا برای عوام به درد نمیخورن دیگه اینم ادعای بیهوده است و منها یکی دیگه ان نوع الانسانی محتاج الى آلات و اشیاء نافعت فی بقائه یکی دیگه اینکه نوع انسانی محتاجن به یک آلات و اشیایی که نافع باشن در زندگی دنیاشون کثیاب و مساکن و غیرها لباس میخوان مسکن میخوان و غیر اینها و ذالک مما یحتاج فی تحصیل الى معرفت عمله اینا چیزهایی که در تحصیل اینها محتاجن به اینکه علم اون صنعت رو داشته باشن و القوه البشریه تو آجزتون عن قوه بشری که عاجز از این است بشر ولش بکنن تو بیاون که اون اول میمیره نمیره هم نجاست خودشو میخوره هیچ حیوانی نجاست خودشو نمیخوره الا همین انسان بچه به دنیا میاد ولش کن نیم ساعت بعد ببین چیکار کرده این انسان ضعیف ترین موجوداته اگه قرار باشه فیلسوف باشه و با فکر خودش بدون راه نمای الهی زندگی کنه و همین انسان قوی ترین و کامل ترین موجوداته اگه شیطان گولش نزنه و از انبیا و تعالیمشون جدا نشه ففائدت النبی فی ذلک تعلیم ها و ذسنا نافعت در اینجا هم میبینیم فایده پیامبران چیه این است که میان تعلیم میدن به انسانها این صنایع نافعه خفیه رو که کسی ذهنش به اینجاها جاها نمیرسه بعد از این که انبیا تازه اومدن و به اندازه لازم در مصالح بشر صنایع رو یادش دادن با شیطان بیکار نمینشینه با شیطان میاد بومسازی یادشون میده و جنگی شیطانی یادشون میده که بتونن بشریت را بنده و برده خودشون کنن و هر وقت هم بخوان چه اینا رو نابود کنن و منها ان مراتب الاخلاق و تفاوتها معلوم یفتقر فیه الا مکمل به تعلیم الاخلاق و سیاسات به حیث و تنتظم و امور الانسان به حسب بلدهی و منزله یه دیگه اینکه مراتب اخلاق و تفاوت اخلاق معلوم برای انسان و اینها افتقار و نیازمندی دارد به اینکه یک شخصی باشه که در اخلاق خودش ما مطمئن باشیم معصوم باشه او بیاد بقیه رو تکمیل کند و تعلیم اخلاق و سیاستات کند و الا سیاست ها میشه اون سیاست فلسفی کل عالم رو به آتش و به خون و آتش کشیده و چه عالم شده جنگل اونم بدتر از همه جنگل های همه حیوانات به ای که منتظم شود امور انسان به مناسبت سرزمین و منزل خودش و منها ان الانبیاء یعرفون الثواب و العقاب على الطاعه و ترکها فیحصل للمكلف اللطف به بعثتهم فتجب و بعثتهم لهاغذه الفوائد یک دیگه اینکه، که بیا هستند که میشناسند سواب چیه اقاب چیه بعد از مرگ چیه بهش چیه جهنم چیه چه چی چیزهایی پاداش داره چه چی چیزهایی اقاب داره طاعت کدومه و ترک طاعت چیه که اقاب داره فیحصل للمکلف پس حاصل میشه برای مکلف اللطف و بعثتهم میبینیم که انبیا هستند که میان این لطف را برای بشر حاصل میکنند که میتونه به طاعت نزدیک بشه و از معصیت دور بشه فتجب و هم لهاد الفوائد بنابراین اینها لطفه و لطف هم که گفتیم واجبه پس واجب است بعثت انبیا به خاطر این فوایدش. باز هم مکرر بعد از مکرر عرض میکنیم خیر مطلب لطف نیست فوق لطفه و اگر خدای تبارک و تعالی انبیا را و معصومین علیهم السلام را در هر زمان قرار نمیداد بشر در جهالات و اختلافات و جنگ ها و اینها همیشه چیه میموند و اصلا نمیتونست اطاعت بکنه نه اینکه حالا میتونست اینا میان یک کمکی میکنن بهتر میشه مثلا نه اینجور نیست قال و شبهت البراهمه باطلتون به ما تقدم خب ما در ابتدای بحث گفتیم که مردم دو گروه شدند اهل ادیان گفتن بدون پیغمبر نمیشه کار درست بشه بر گفتند ها گفتن نخیر ما خودمون عقل داریم نیاز پیغمبر نداریم میفرمایند با توضیحاتی که ما دادیم و مقدم داشتیم دیگه حرف میفرمایند با توجه به توضیحاتی که دادیم و مقدم داشتیم دیگه واضح شد که حرف بر ها باطل عقل این قدرها قدرت نداره که بخواد بشر رو نجات بده اقولو احتجت البراهمتو الانتفاع بعثه میگویم که احتجاج کردن برهمائی ها بر انتفاع بعثه گفتن نبی لازم نیست به ان رسول گفتن به خاطر این که اون پیامبر اما ایه به ما یوافق العقول او به ما یخالف ها چون اون پیغمبر یا میخواد چیزهایی رو بیاره که موافق عقل ماست یا مخالف عقل ماست فا جا به ما یوافق العقول اگه اومد چیزهایی رو گفت که عقل من هم با اون موافقه لم یکن الیه حاجه به اون نیازی و حاجتی نیست ولا فایده تفیه و بی خود اومده چه فایده ای داره آمدن پیغمبر و این جا به ما یخال فلعقول وجب رد و قوله ولی اگر پیغمبر بیاد بر خلاف عقل ها حرف بزنه خب چیه؟ اصلا واجبه که ما حرفش رو رد کنیم ما حرف خلاف عقل رو نباید قبول کنیم از کسی و هاده شما باطلتون این حرفی که اینجا برای ها گفتن دقیقا همون حرفیه که فلاسفه حتی خودمون توی حوزه میزنن که میگن انبیا برای همه نیومدن انبیا برای عده خاصی اومدن یا میان میگن که حالا خدمتش ما عرض شود که نیازی به نبوت نیست به خاطر این که چی؟ به خاطر اینکه پیغمبر اگه موافق عقل بگه که خب ما خودمون فیلسوفی میفهمیم دیگه اگه مخالف عقل میگه خب ما نمیتونیم عقل رو ابطال کنیم چرا چون با خود عقل پیغمبر رو اثبات کردیم پس بعد پیغمبر رو رد کنیم این حرفای متاسفانه همین آقایان تو حوزه هم گایچه میزنن متوجه نمیشن بابا تو خود داره تناقض میگه هم خودش پیغمبر رو قبول داره هم حرفای فلاسفه رو تکرار میکنه بدون توجه به تناقضات و حاضر شما باطلتون مرحوم علامه حلی میفرمند دیگه این که واضحه که حرف باطلیه به ما تقدم فی اول الفوائد ما این فوائد نبوت رو گفتیم عقل ما اون نیست که بخواد چه ما را بدون پیغمبر نجات بده و ذالک ان نقول و این به این است که بگوییم لما لا یجوز و ایعتو به ما یوافق العقول چرا جایز نباشد که انبیا بیان و مطالبی را بیاورند که موافق با عقول باشه و تکون الفائده فی التأکید لدلیل العقل فایدهش این باشه که تأکید بر دلیل عقلی باشه یا اینی که من خودم بینید ده ساله دلیل عقلی دارم بعد از ده سال میفهمم باطل بوده نظرم عوض میشه باز احتمال میدم بعدم همین چیه نظرم عوض بشه خب یه پیغمبر میاد میگه نه اون نظرت یا این نظرت درست بود یا میبینیم چندین نفر بحث میکنن عدلهشون با هم دیگه تعارض میکنه نتیجه تعارض میکنه اون میگه آقا من یقینی شد برام این اون یکی میگه برای من یقینی شد این خب یه پیغمبر باید باشه که بگه یقین کدوم یکیتون درسته و کدوم یکیتون چیه یقینش باطله او نقول یا این که بگیم لما لا یجود و ان یعتو به ما لا تقتضیه العقول چرا جایز نباشد که انبیا مطالبی رو بیارن که اصلا عقل ها به اون دسترسی ندارن ولا تهتدی الی اصلا نمیفهمن و این لم یکن مخالفا للعقول مخالف عقل نیست ولی در این حال من نمیفهمم کدام فیلسوف تا فهمیده که عالم حادثه کدام فیلسوف تا فهمیده که خدا وجود داره کدام فیلسوف تا حالا فهمیده که خدا مختار است و حکیم است شما که همتون عالم رو از ابدی میدونید عین ذات خدا میدونید هر لحظه میگید خدا به شکلی در آمده بعدش هم میگید که بشر در فعلش مجبور قانون علیت بر همه چیز حتی اراده و اختیار انسان حاکمه همه اینا رو که شما خودتون شما دارید حرفا رو میگید به معنا انهم لا یاتون به ما یقتزل عقل و نقیزه مثل كثير من و العبادات التي لا يهتد العقل الى تفصيلها بعدش هم یه چیزهای انبیا میارن که اصلا جای عقل نیست من از کجا میدونم باید روزی پنج بار نماز بخونم از کجا میدونم که وقت این نمازا که از کجا میدونم که این ار چجوری باید تقسیم بشه از کجا میدونم که دیه یک انسان چقدره دیه اعضا چقدره هر کسی یه چیزی برای خودش میگه خب چی دلیل هیچ به معنای این که اینا چیزهایی رو نیارن که عقل نقیزش باشه بله یه وقت میگیم عقل میگه دو دو تا چهار تا یه پیغمبر بیاد بگه دو تا شش تا میگیم محاله پیغمبری خلاف عقل حرف نمیزنه ولی خب نماز صبح دو رکت یا چهار رکت در چه زمانی با چه اجزایی دیه چی ارسی، چی روابط نمیدونم خدمت شما هر شود که ازدواج چی اینا که عقل اصلا راهی نداره به عقل بگی این میگه نمیدونم بگیم باطله بگی نمیدونم بگیم درسته میگه نمی نمیدونم همه رو نمیدونه مثل بسیاری از شرایع و عبادت هایی که عقل تفسیر اینا رو نمیفهمه همون نمازی که اونقدر از جهت حکمت مهمه که اگر کسی انکارش بکنه و وجوبش رو قبول نکنه الی کافر است و در جهنم خواهد بود کدوم عقل اینو میفهمه جای فهم عقلی نیست المسألة الثانیه فی وجوب البعثه مسئله دوم در وجوب بعثت قال و هیه واجبة لاجتمالها على اللطف في التکالیف العقلیه میفرمایند که علاوه بر این که ما گفتیم بعثت لطف است و نیکوست از اون نیکوهایی است که چیه واجبم هست و اینجونید که بشه کسی از این نظر کنه این بعثت امری واجبه چون مشتمل بر لطف در تکالیف عقلیه است اقول و اختلف الناس هنا اینجا با چندین گروه شدن اهل بحث فقاولت المعتزله معتزلی ها گفتن ان البعثه واجبتان گفتن بعثت امر واجبیه و قاولت الاشعریه انه غیر واجبه اشعری ها گفتن نه واجب نیست این اشعری ها که هیچی رو قبول ندارن از ریشه میگن آقا آقای میستیم اینه خدا چی میگه میگیم خواهد کجا میفهمی اصلا خدا گفته میگه خواهد پیغمبر میگه میگه خواهد کجا میفهمی که پیغمبر راست میگه تو که راست و دروغ برات فرقی نمیکنه میگه نه راستش حسن عقلی داره نه دروغش قبح عقلی داره تو اصلا مبنایی نداری که احتجت المعتزله به ان التکالیف السمعیه الطاف فی التکالیف العقلیه معتزلی ها اومدن گفتن که تکالیف سمعی التافی در تکالیف عقلی وقتی که ما با عقلمون چیز در کردیم باز ممکنه که چیه فردا یادمون بره هوا هست و ما قالب بشه مثلا من در یه جلسه میشینم خدا و دین رو قبول میکنم اگر قرار باشه برم دیگه نه نماز و نه روزه و نه حج و نه قرآن و نه نمیدن روایت و نه حدیث و این تذکرات و ندم به خودم کم کم قلبم چه قصی میشه همین رو میذارم زیر پا و چه وحشی میشم لذا باید یک شریعتی باشه که بگه حتما هر روز نماز را بخوان حتما سوره حمد را تکرار کن در معانی دقت کن رکوع و سجود و تعظیم در مقابل اون خالق عظیم را داشته باش یادت نره قدم به قدم تو تحت فرمان او هستی از هر قدم تو سوال میکنه آیا مباح بود حرام بود واجب بود مستحب بود مکروه بود ظلم بود عدل بود همه رو سوال میکنن پس میبینیم این تکالیف شرعی که انجام میدیم همینها ها همون لطفی است در همون تکلیف عقلی یعنی در اولین لحظه که من با عقل فهمیدم باید برم دنبال خدا باز آن به آن این شریعت ها منو چیه و این عبادت ها منو نگه میدارن که جدا نشم و لطف و واجبون لطف هم که امر واجبیه فتکلیف فت و سمعی و واجبون پس این که نماز بخوان حج برو قرآن بکن قرآن بخوان تفکر کن تفقه کن از عقل استفاده کن افلا و تعقلون افلا و تدبرون اینا رو حواست باشه وقت جدا نشی از اینها ولا تمکنو معرفت و الا من جهت نبی اینها هم که جز از راه پیغمبر شناخته نمیشه فیکون وجود و نبی واجبن. پس وجود پیامبر واجب و لازمه لان ما لا یتم الواجب الا به فوا واجبون زیرا چیزی که مقدمه واجب باشه و بدون آن مقصد حاصل نشود خودش هم واجبه مثلا کسی که میخواد نماز بخونه نماز بدون وضو حاصل نمیشه خب وضو و تهارت یا قصل یا تیمم خلاصه این واجبه دیگه نمیشه بگیم نماز بدون تهارت نمیشه در این حال نمیخواد قسل کنی نه تیمم نه وضو خب پس تو نماز بخونم اونم واجب میشه اینجا هم وقتی قرار شد که این امور واجب باشه تا ما را از اقلیاتمون جدا نکنه پس نمیشه اینا رو بگی واجب نیست اینان واجبه و استدلو علا کون تکلیف سمعی لطفا فی العقلی و استدلال کرده اند بر این که تکالیف سمعی ما لطف در تکالیف عقلی ماست به انل انسان اذا کان مواظبا علا فعل الواجبات سمعیه اینی که انسان زمانی که مواظب باشه بر فعل واجبات سمعی مانند نماز و احکام عبادات و ترک المناه شرعیه و اینکه شرعیاتی رو که منهی است حرام است ترک بکنه کان من فعل الواجبات العقلیه و انتها عن المناهی العقلیه اقرب از و دور شدن از گناهان و نزدیک شدن به واجبات عقلی خودش چیه؟ کمک میشه براش خواهد بود نسبت به فعل واجبات عقلی و دست برداشتن از مناهی و محرمات عقلی چیه به اینها میتونه نزدیک تر بشه و حالا معلوم به کل عاقل اینها هم که برای هر عاقلی ضروری و معلوم بدیهی است و قد بیان نافی ما تقدم ان لطا واجبون قبلا هم گفتیم هر جا که لطی باشه واجب است خب باید اینجا ما یک نکته رو اشاره بکنیم و اون این که این مطالب انبیا و بعثت و وجود امام و پیامبر از لازمترین امور عقلی است که بدون او هیچگاه انسان نجات پیدا نمیکنه و جامعه درست نمیشه ولی این معتزلی ها به خاطر اینکه سنی هستند حالا اون اشعری هاشون که دیگه حسابشون جداست اونا که هیچ این معتزلی هاشون که تازه میخواستن خیلی از حرف های باطل اونها رو نزنن اینجا گیر دارن اگه بیان بگن بشر آن چند نیازمند است به یک شخصی که معصوم باشه و عالم به غیب باشه و مرتبط با خدا باشه که بدون او اصلا نجاتی برای بشریت نیست تو مسیر امامت گیر میکنن میگیم خب پس چرا شما بعد از پیغمبر قبول ندارید این شخص را همه بجون هم افتادید میگید پیغمبری بود رفت امامی هم نیاز نیست اگر بخوان بگن که نه لازمه خب میبینی چیه حرف شیعه میشه لذا میان چی همینجوری مزبزبن یه بوم دو هوا صحبت میکنن جوابش هم عرض کردیم اینها لازمه عقلی قطعی قابل انکار نیست در زمان پیغمبران با پیامبران و بعدش هم با امامان اینجوریه که حالا این یک لطفیه دیگه یک کمی راد میندازه مثلا کمکت میکنه نه بدون این اصلا نمیشود شما نجات پیدا کنید و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد